گیلاسیا سلام، امروز براتون یکی از خفن‌ترین فیلم‌های روانشناختی و ترسناک دنیا به اسم گود نایت مامی یا شب بخیر مامان رو آوردم. از الان بگم نسخه اصلی فیلم مال سال 2014 هست و توسط کشورهای آلمان و اتریش ساخته شده. نسخه‌ای که الان با هم می‌بینیم مال سال 2022 بازسازی توسط آمریکا هست. اگه می‌خوای فیلمو خیلی با جزئیات بیشتر ببینید حتما نسخه 2014 که اصلیش رو ببینید. من به خاطر اینکه نسخه 2022 خیلی جدیداً بولد شده و همه دارن راجع بهش صحبت می‌کنن، خلاصه همینو می‌ذارم. امیدوارم لذت ببرید. حواستون به اسپویل کاملش باشه. با شروع فیلم دو برادر به اسمای الیاس و لوکاس رو میبینیم که کنار پدر و مادرشون زندگی خوبی دارن. پدر و مادر کم کم به مشکل میخورن و طلاق گرفتنشون شروع دوره سختی برای بچه هاست. از اونجایی که مادر خانواده بازیگر و سر شلوغه، بچه ها با پدرشون زندگی میکنن تا اینکه یه مدت از طلاق میگذره و مادرشون پیشنهاد میده بچه ها یه مدت برن پیشش. پدر هم میرسوندشون اونجا برای اینکه دعوایی با همسر سابقش نشه، بدون سلام و خداحافظی میره. لوکاس و الیاس وارد خونه میشن تا با کنجکاوی همه جاشو بررسی کنن. یه انبار بیرون خونه است که درش حالا قفل شده و قبلا توش بازی میکردن. اتاق خواب مادرشون هم همه پنجره‌هاش بسته شده و انگاری کل اتاق تاریکه و اینا خیلی براشون عجیبه. مادر از حموم میاد بیرون در حالی که صورتش با باند پوشونده. بچه‌ها ناراحت میشن و میترسن، اما مادر توضیح میده که یه عمل جراحی داشته و برای همین باید صورتش یه مدت ببنده. بعد هم میگه لطفا اینو به پدرتون نگید و من مثل همیشه دوستتون دارم. دو قلوها به اتاق خوابشون میرن در حالی که راجع به وضعیت مادر با هم گپ میزنن. ترسیدن لوکاس شروع به زدن حرفای وحشتناک از چیزی که میتونه زیر بانداج صورت مادر باشه میکنه، تا جایی که الیاس دیگه عصبی میشه و میگه خفه شو بسه. مادر یه دفعه میاد تو اتاق و کنار الیاس میشینه. بعدم یه هدیه بهش میده و میگه میخوام این مدتی که از هم دور بودیم و جبران کنیم. در آخرم چند تا قانون راجع به موندن تو این خونه میگه. تو خونه نباید با دوید سر و صدا کنید، دوستاتون رو نیارید اینجا و یه موقع هم پرده ها رو کنار نذارید چون صورت من بعد جراحی خیلی به نور حساسه. آخرین قانونم اینه که به اتاق خواب من و انباری که قفله وارد نشید. الیاس هم نقاشی که از خودش دارشش کنار مادر کشیده رو بهش میده و مادر با ناراحتی بچه‌شو تو آغوش میگیره. روز بعدی بچه‌ها خوش میگذرونن و مادرم کار خودشو میکنه. نزدیک غروب وقتی میاد تو آشپزخونه و الیاس لوکاس رو میبینه که دارن تو یه دونه گوشی فیلم میبینن، میگه کاش کمتر پای گوشی میموندین. الیاس هم مادر اصرار میکنه تا در آخر کنار همدیگه بشینن و فیلم ببینن. آخر شب که بچه‌ها میخوان بخوابن، مادر یه قصه میگه و میخواد بره بیرون که دوباره الیاس میگه چرا همون لالایی همیشه یمو نمیخونی. مادرم میگه دیگه بزرگ شدی و میره بیرون. الیاس با ناراحتی به لوکاس میگه مامانمون خیلی عوض شده و انگار دیگه دوستمون نداره. لوکاس هم برای اینکه حال برادرش بهتر بشه شروع به خوندن لالایی میکنه که الیاس هم همراهیش میکنه و میخوابن. این در حالیه که مادر با شنیدن صدای بچه‌ها انگار عصبی میشه و میره تو اتاق خوابش. روز بعدی میرسه و بچه‌ها دارن بازی میکنن که دوباره چشمشون به انبار میفته. این بار الیاس تصمیم میگیره یواشکی بره داخل تا ببینه چی اون توی و چرا در اتاق قفله. برای اینم به حرفای لوکاس که میگه این کار اشتباهی توجهی نمیکنه. همه چیز مثل دوران بچگیشون تو اون خونه است. حتی اسباب بازیاشون هم تو همون انباره. فقط روی دیوار یه قسمتش انگاری یه رنگ قرمز و شبیه به خون افتاده. الیاس هم میترسه و سریع میره بیرون و اینجاست که مادر سر میرسه و میفهمه که چیکار کردن. مادر با عصبانیت میگه مگه نگفتم اونجا نرو؟ انقدر به هم میریزه که حتی پسرشو میندازه زمین. بازم بی توجه به درد الیاس و زخم روی بازوش، مادر به دعوا ادامه میده و میگه دفعه آخرت بشه که رفت اونجا. بچه‌ها هم میرن تو زخم دست الیاس میبندن در حالی که پسر همه فکرش پیش اون خونیه که توی انبار دیده. انقدر فکرش درگیره که حتی موقع خوابم همونجا رو میبینه و یه دفعه صدای شلیک میشنوه. الیاس از خواب میپره و میفهمه از ترس خودشو خیس کرده. برای همین میره تا یه لاف جلید بیاره که متوجه مادرش میشه. اونجا میفهمه مادرش خیلی جدیدن داره مشروب میخوره و اغلب مسته. اتفاقی هم به حرفای مادر پای تلفن گوش میده. مادر داره به یه نفر میگه اون همش داره طرف لوکاس رو میگیره. فکر کنم یه مشکلی هست و نمیدونم تا کی بتونم وانمود کنم. در آخرم میگه باید زودتر از اینجا بره. و الیاس با شنیدن این حرف با ناراحتی میره سر جاش تا بخوابه. روز بعدی الیاس همه حرفایی که شنیده رو برای لوکاس تعریف میکنه و لوکاس هم واقعا به هم میریزه چون باورش نمیشه مادرشون انقدر ازشون دور شده باشه. وقتی تلفن مادر زنگ میخوره اون میره تو اتاقش تا بچه‌ها صداشون نشنون. تعجب لوکاس و الیاس هم خیلی بیشتر میشه. برای همین تصمیم میگیرن بیسیم اسباب بازی که دارن و چند ساعت بعد تو اتاق مادر جاسازی کنن که هر وقت خواستن بتونن به حرفاش گوش کنن. همین که وارد اتاقش میشن تا بیسیمو بذارن متوجه چیزای عجیب دیگه ای میشن. از جمله قرصای اعصاب مادر و تابلوهای عکسی که از روی دیوار برداشته شدن. الیاس با یکم گشتن تابلوهای عکسای خودش و لوکاس رو پیدا میکنه که همشون جوری گذاشته شدن تا چشم مادر بهشون نخوره. انگار حتی نمیخواد ببینتشون. همین موقع مادر تصمیم میگیره بره به اتاقش و بچه‌ها برای قایم شدن سریع از هم جدا میشن. الیاس میره توی حموم اتاق و یواشکی مادر رو نگاه میکنه. زمیر جلوی آینه با گذاشتن یه موسیقی شروع به رقصیدن میکنه. بعدم یه سیگار روشن میکنه که الیاس آره اولین بار داره مادرش در حین انجام این کار میبینه. برای همین با ناراحتی
عقب میره که یه دفعه متوجه نقاشی مچاله شده خودش توی سطل زباله میشه. مادرم همین موقع میاد توی حموم تا باند صورتش رو عوض کنه و الیاس رو میبینیم که زیر کابینت قایم میشه. مادر باند صورتش رو برمی‌داره اما پسر بچه‌شون دراز کشیده نمیتونه ببینتش تا خیالش از اینکه مادرشون اونجاست راحت بشه. بعد عوض کردن باند زن میخواد بره بیرون که متوجه نقاشی بچه میشه که از سطل زباله بیرون افتاده و با بی اهمیتی و عصبانیت پارش میکنه و به راهش ادامه میده. الیاس با دیدن این صحنه ناراحتیش چند برابر میشه و کاغذ پاره شده رو به اتاقش میبره. بعدم میشینه کنار لوکاس و با هم صحبت میکنن. هر دو براشون سوال شده که چی مادرشون اینقدر تغییر داده که لوکاس یه رفیق نظر عجیب میده. اون میگه زنی که تو این خونه است مادر ما نیست و یه نفر خودش جای اون جا زده. الیاس میدونه حرف لوکاس داره با عقل جور در میاد اما میگه هر وقت تونستی اینو بهم ثابت کنی باورت میکنم. بعد دو تایی میرن و با گوشی که الیاس داره از مادر یه عکس میگیرن تا با عکس قدیمیش مقایسه کنن. با دیدن رنگ چشمه متفاوت توی این دو عکس لوکاس میگه که دیدی این مادرمون نیست. هر دو وحشت میکنن و سعی میکنن با گوشی الیاس به پدرشون زنگ بزنن اما اون جوابی نمیده. همین لحظه مادر سعی میرسه و وقتی میخواد بره تو اتاق متوجه میشه در قفله. با اینکه عصبانی میشه سعی میکنه خودش رو آروم نشون بده و میگه میدونم این اواخر خیلی مشکل داشتیم اما قول میدم بهتر بشیم. با این حال لوکاس بازم نمیخواد بره بیرون و الیاس هم برای حمایت از برادرش تصمیم میگیره درو باز نکنه. چند ساعتی میگذره و بچه‌ها توی اتاقن در حالی که الیاس داره فیلمای قدیمیشونو توی گوشی میبینه. یه دفعه مادر صبرش تموم میشه و با شکوندن قفل میاد تو. بعد گشتن اتاق گوشی الیاسو میگیره و میگه میدونم میخواستی به بابات زنگ بزنی و خیلی کار اشتباهی کردی. بعدم گوشیو خورد میکنه تا دیگه همچین اتفاقی نیفته. بچه‌ها با دیدن این رفتارا واقعا ترسیدن و با وحشت میرن به اتاقشون تا کمد جلوی در بذارن و یکم احساس امنیت کنن. حتی موقع خوابم نوبت جلوی در بیدار میمونن که یه موقع زنی که توی خونه است بهشون آسیبی نرسونه. نصف شب که نوبت شیفت الیاس شده وقتی هیچ صدایی از بیسیمی که تو اتاق مادرشون نمیشنوه یکم نگران میشه و میاد بیرون. با گشتن خونه میفهمه مادر توی وان حموم خوابش برده و به آرومی نزدیکش میشه تا ماسکو از روی صورتش برداره. یه دفعه زن بیدار میشه و با گرفتن دست الیاس دعواش میکنه. الیاس هم از ترس سعی میره تو اتاق اما مادر میاد دنبالش و دوباره با شکوندن در با عصبانیت به سمت پدرش میره. لوکاس از ترس عقب وای میسته و زن با عصبانیت شروع به داد زدن میکنه. اون رو به الیاس میگه دیوونم کردی، هیچ آرامشی برام نذاشتی. پسرم دیگه صبرش تموم میشه. الیاس داد میزنه تو مادر ما نیستی و داری اداشو در میاری و زن با عصبانیت بیشتر بعد زدن یه سیلی دست پسرشو میگیره و به زور میبرتش توی همون. بعد آب سرد رو سر بچه میگیره تا اینطوری ادبش کنه و بهش میگه بگو من مادر واقعیتم. بچه‌م که دیگه خیلی ترسیده همین جمله رو میگه در حالی که مطمئن شده این زن کس دیگه ایه. نصف شب مادر رو میبینه که تو اتاقش و متوجه یه قسمت از پوست پاش میشه که سیاه شده. با کشیدن این پوست کم کم پاش حالت شیطانی و سیاه میگیرن و همینطوری تا بالا ادامه پیدا میکنه که قبل از رسیدن به صورتش یه دفعه الیاس از خواب میپره و میفهمه این یه کابوس بوده. برادرش لوکاس هم کنارش که میگه باید سریع از این خونه بریم بیرون. با وجود یه طوفان شدید که بیرون خونه است اونا از پنجره میپرن بیرون و راهو ادامه میدن تا جایی که به یه خونه خالی میرسن و تصمیم میگیرن اونجا شب بگذرونن تا بارون بند بیاد. چند ساعتی خوابن که یه دفعه متوجه یه موجود تو خونه میشن. الیاس چشماشو باز میکنه و مادرش میبینه که با صورت و بدن شیطانی سمتش میاد و یه دفعه از جاش میپره که معلوم میشه اینم باز کابوس بوده. این بار دو تا مامور پلیس جلوشونن که با دیدن دود شومینه شک کرده بودن و اومدن توی خونه و حالا این دو تا بچه رو پیدا کردن. اونا با نگرانی به حرفای الیاس گوش میدن که اون همه چیو توضیح میده و میگه اون زنی که تو خونمونه مادر واقعیمون نیست و باید بیاد کمکمون. بچه‌ها سوار ماشین میشن و همراه هم به خونه میرن. این بار در کمال تعجبشون مادر ماسکی روی صورتش بود رو برداشته و هیچ تفاوتی با مادر واقعیشون نداره. فقط صورتش چند تا زخم داره که میگه به خاطر همون عمل جراحیشه. پلیس داستانی که الیاس گفته رو میگن که مادرم در جوابشون میگه پسرم حال خوبی نداره و حتی فرق بین رویا و واقعیت رو نمیتونه تشخیص بده. وقتی هم راجع به زخم روی صورت الیاس که خودش گفته به خاطر سیلی مادرم بوده سوال میکنن، مادرم که موقع بازی کردنش اینطوری شده. بچه‌ها با شنیدن این حرفا مطمئن‌تر میشن که این زن مادرشون نیست. لوکاس برادرش میگه احتمالاً عمل جراحیش هم واسه همین بوده که صورتش شبیه مادرمون کنه و واسه همین این مدت ماسکو بر نمی‌داشته. پلیسا در آخر از خونه میرن و بچه‌ها با ترس میرن بخوابن که مادر میاد تو اتاق. چون میدونه هنوز نخوابیدن و دارن ادای خوابو در میارن، بهشون میگه من هیچ جا نمیرم و یه روز این تنفر باید تبدیل به عشق بشه. وقتی به اتاق خودش برمیگرده یه رفه میزنه زیر گریه و بطری شرابش هم تموم میکنه. این بار که مادر چشماش باز میشن میبینه دستاش به تخت بسته شده. با وحشت سعی میکنه تکون بخوره اما نمیتونه و متوجه بچه‌هاش کنار تخت میشه. الیاس با عصبانیت میگه مامان واقعیمون کجاست؟ چون رنگ چشمای تو با اون فرق داره. زن با ترس میگه من بازیگرم و موقع گرفتن این عکس لنز سبز میذاشتم. لنزام توی کیفم هم میتونید پیداش کنید. اما الیاس باور نمیکنه و میره یه سطل پر آب یخ بیاره تا تلافی اون کاری که زن کرده بوده رو سرش در بیاره.
لوکاس با نگرانی به برادرش میگه بیا فقط بریم بیرون تا بابا رو پیدا کنیم، اما اون گوشش به این حرفو بدهکار نیست. با ریختن آب یخ رو مادر بهش میگه زودتر راستشو بگو. مادر با عصبانیت وحشت میگه به خدا من مادر واقعیتونم و بس کن، که الیاس با نشون دادن نقاشی پاره شدهش داد میزنه هیچ مادری این کارو با کادوی بچهش نمیکنه، هیچ مادری قدر بچهاش بی اهمیتی نمیکنه. و اینجاست که زنگ رفه میزنه زیر گریه. الیاس با دیدن گریه های اون یکم به کاری که کرده مردد میشه. اینجا دوباره لوکاس به برادرش میگه بهش توجه نکن، چون این زنم بازیگر داره ادا در میاره. الیاس تصمیم میگیره کیف زنو چک کنه، بلکه از وجود لنز سبزی که گفته مطمئن شه. اما این بار لوکاس زودتر از اون به کیف میرسه و با دیدنش میگه هیچ لنزی اینجا نیست. همینم میشه که دیگه واقعا تصمیم میگیرن از خونه در برن، چون این زن یه دروغگوه. برای جمع کردن لوازم الیاس برای آخرین بار به اتاق مادر میره. زن با ناراحتی و حال بد میگه میدونم این مدت خیلی عوض شدم، ولی واقعا فشار زیادی روم بوده. میگه انقدر به حرف لوکاس گوش نکن و برای یه بارم شده فقط خودت تصمیم بگیر. اونم همین کارو انجام میده و میره جلو تا دست زنو باز کنه، اما باز لوکاس میاد تو اتاق و به جای این کار این بار تصمیم میگیره رو دهن مادر چسب بزنه که انقدر دروغ نگه. وقتی میخوان از خونه فرار کنن دوباره همون مامورای پلیس سر میرسن. اونا از الیاس میپرسن که حالتون چطوره. مادر میبینه که میخواد سر و صدا کنه اما نمیتونه. در آخر موفق میشه آباجور کنار تختو بزنه زمین، اما صداش کمه و پلیسا هم از اونجا میرن. بچه‌ها میرن بیرون نزدیک جاده منتظر تاکسی میشینن که یه دفعه الیاس از تصمیمش پشیمون میشه. اون به بهونه جا گذاشتن چیزی لوکاس کنار جاده میذاره و برمیگرده خونه. این بار خودش کیف مادر چک میکنه و وقتی لنز چشم سبز اونجا میبینه میفهمه لوکاس بهش دروغ گفته بوده. اینجا خود لوکاس هم پیداش میشه و میگه باید به من اعتماد کنی، اما الیاس که خیلی ترسیده میده تو اتاق مادر و در روی برادرش قفل میکنه. اونم محکم به در میکوبه، اما الیاس سری دستای مادرش باز میکنه که همین لحظه هم لوکاس انگار در میره و ناپدید میشه. مادر و پسر همو تو آغوش میگیرن و الیاس وسط گریهاش میگه همه این کارا رو لوکاس میگفت انجام بدم و فکر کنم اون یه مشکلی چیزی داره. بعد از چند لحظه مادر به الیاس میگه من اصلا از عصبی نیستم، وقتش که این حقیقتیو بدونی. دوتایی از اتاق میرن بیرون و الیاس از اینکه برادرش معلوم نیست کجا رفته خیلی تعجب میکنه. دوتایی به سمت انبار قفل بیرون خونه میرن و جلوی همون رد خون وا میستن. الیاس چشماشو از ترس بسته و میلرزه، اما مادر بهش میگه باید به این نگاه کنی تا یادت بیاد قبل طلاق من و بابا چه اتفاقی افتاده بود. الیاس یه دفعه خاطراتشو به یاد میاره. اون و لوکاس دارن بازی میکنن که به همین انبار میرسن و با برداشتن تفنگ شکاری پدرشون الیاس خیلی اتفاقی دستش میره روی ماشه و همونجا برادرش لوکاس رو میکشه. یعنی تمام این مدت لوکاس وجود خارجی نداشته و فقط ساخته ذهن این پسر بوده. غم این اتفاق باعث افسردگی مادر شده تا جایی که کلا طلاق بگیره و از خونه بره و به قرص اعصاب و الکل رو بیاره. الیاس با فهمیدن اصل قضیه دچار حمله عصبی و زجر زدن میشه و نمیخواد باورش کنه، اما مادر سعی میکنه بهش بفهمونه که این واقعیته و فقط یه اتفاق بوده و هیچیش تقصیر الیاس نیست. پسر بازم نمیتونه قضیه رو درک کنه و از عصبانیت مادرش رو هول میده. زن به عقب پرت میشه و با برخورد سرش به زمین درجا جونش رو از دست میده. چراغ نفتی که دستش هم به زمین میفته و این بار کل انبار آتیش میگیره. الیاس از اتفاقی که دوباره افتاده به شدت به هم ریخته، اما با دیدن آتیش از شوک بیرون میاد و سری میره بیرون. بعد از فاصله گرفتن فشار قضیه کشتن مادر و برادرش بیشتر میشه و با زجر زدن روی زمین میفته. اینجاست که انگار مادرش و لوکاس پیداشون میشه و بهش نزدیک میشن و بهش میگن تو هیچ گناهی نکردی. بعد همو در آغوش میگیرن و فیلم به پایان میرسه. آقا این فیلم به طرز عجیبی دارک و ناراحت کننده است. گود نایت مامی میخواد با ما بفهمونه که عذاب وجدان و فشار عصبی آدمو تا چه جایی میتونه پیش ببره و اگه درست حل نشه میتونه چقدر اتفاقای بدتری رو رقم بزنه. یه وقتی یه اتفاق خیلی ناگهانی میتونه همه اعضای خانواده رو نابود کنه و همه چیزو به هم بریزه. وقتی برای بار دوم فیلمو ببینید متوجه نکته‌های مهمش میشید. مثلا اینکه تو تمام فیلم هیچ جایی مادر به طور مستقیم با لوکاس صحبت نکرده، یا اینکه همه کارهای اشتباه رو لوکاس به الیاس پیشنهاد میداده. اینکه چرا مامورای پلیس حرف مادر رو باور کردن، چون الیاس جوری صحبت میکرده که انگاری دو نفرن و اونا هم به مشکل روانی شک کرده بودن. خیلی چیزا برای بار دوم معنی پیدا میکنه و پیشنهاد میام تجربه تماشای نسخه اصلی فیلمو از دست ندید. آخر فیلمم کاملا بازه. یه سری میگن که الیاس توی اون انبار خودش آتیش میگیره و کشته میشه و در آخر روحا کنار هم قرار میگیرن. یه سری میگن که الیاس میاد بیرون ولی بالاخره میتونه با وجدانش کنار بیاره، برای اولین بار آرامش بعد از کشتن برادرش رو تجربه میکنه، با اینکه اون لحظه هم مادرش رو کشته. خلاصه که خیلی فیلم خفنیه. یارتون نره ببینیدش. لایک و سابسکرایب هم یارتون نره. روزتونم گلسی.